همبستگی حقوقدانان با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون آینه و تلویزیون همبستگی و همچنین بینندگان گرامی که از سایر از طریق سایر کانال های رسانه ما رو و این برنامه رو میبینند من سیروس مشکی وکیل دادگستری در کالیفرنیا خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی هستم از طریق این رسانه نان پرافیت و غیر انتفاعی محبوب شما و در حضور سه همکار ارجمند و برجسه خودم خانم النا مبتاهی در سمت چپ من در کنار ایشون خانم حنا روح بخش و در جوار ایشون خانم الهام شفا هر سه وکلای رسمی دادگستری در کالیفرنیا خیلی خوش آمدید و خوشحالم که در خدمتتون هستیم دوستان میدونید که ما این برنامه هدفش همبستگی ایجاد همبستگی بین همه کسانی است که دستن در کار حقوقی هستند، اختصاص داره به طرح مسائل مهاجرتی حقوقی و آنچه که مورد نیاز و مبتلابه جامعه ایرانی است در سراسر دنیا و همینجا بار دیگر من دست همکاری رو دراز می کنم به سوی همکاران عزیزمون در هر جای دنیا که هستند که از طریق ایمیل یا تلفن استودیو که بر صفحه تلویزیونتون نقش بسته با ما تماس بگیرند و ما بتونیم از خدماتشون از دانششون از اطلاعاتشون استفاده بکنیم و از نظرات ارجمندشون و همچنین دوستان عزیزی که پرسش هایی دارن در زمینه این مسائل حقوقی و مهاجرتی چه در مورد حقوق ایران چه در مورد حقوق امریکا میتونن با این برنامه تماس بگیرن و ما حتما در خدمتشون خواهیم بود همکاران خوب ما در تلویزیون اندیشه و تلویزیون پارس هم قبول زحمت می‌فرمایند و این برنامه رو باستاب میدن در تلویزیون‌های خودشون این برنامه روزهای پنج شنبه ساعت یازده بامداد به وقت غرب امریکا از طریق تلویزیون آینه پخش میشه و بعد بازپخش اون هم در ساعت و روزهای دیگه در اختیارتون هست برای اینکه در برنامه امروز ما برویم من میخواستم به جای مسائل حقوقی این دفعه از مسائل حقیقی صحبت کنم چون شما همکاران عزیز من که در اینجا هستید همه از هموطنان موفق و به اصطلاح پیروزمند جامعه ایرانی هستید که موفق شدید که در یک کشور خارجی اون هم کشوری مثل امریکا در رشته بسیار دشوار و مشکلی مثل حقوق تحصیلات خودتون رو ادامه بدید لایسنس و اجازه کار رو در اینجا بگیرید و چند سالی هست که نمیخواستم میگم سال هاست که سنتون بالا نره ولی به حال چند سالی هست که با موفقیت مشغول پرکتیس کردن و حرفه وکالت هستید شماها میتونید سرمشق خوبی برای هموطنان ما باشید جوانان ما باشید در ایران و در هر جای دنیا که هستن و بنابراین میخواستم با کسب اجازه از شما عزیزان خواهش کنم امروز راجع خودمون صحبت کنیم یعنی هر کدوم از ما خاطراتمون رو یا فراز و نشیب هایی رو که داشتیم برای اینکه به این مرحله و به این حالت در اینجا برسیم با بینندگان عزیز در میان بگذاریم شاید یک سرمشقی باشه یا یک یا درس عبرتی باشه <معتنس> <معتنق> برای دوستانی که این راه رو برن یا نرن یا نرنه. <معتنق> اجازه بدید از شما شروع کنیم خانم شفا مایلی راجع این موضوع صحبت کنی میکنم. ما البته قبل از برنامه بینندگان گرامی بینام راجع این موضوع با هم توافقی نکردیم صحبتی هم نکردیم هر چه هست الان به صورت ارتجالی و خود به خود هست خواهش میمونم چی دوست دارین بدونین که من بهتون بگم چجوری شروع بکنیم چگونه من شد من؟ که به کار حقوق علاقه شدید و چه راه رو چه مراحل و چه دشواری رو طی کردید من حقیقتش اول نمیخواستم برم رشته حقوق میخواستم اول برم رشته حسابداری و کارهای تاکسی و آم من وقتی که شروع کردم مال لیسانسمو بخونم روزا کار میکردم کار معمولی داشتم در ایران بودی یا در امریکا؟ در امریکا بودم من تحصیلاتم رو تا کلاس هفتم در ایران تموم کردم بعد اومدم اینجا دبیرستان تمام مدت اینجا بودم که برای من هم دوران خیلی شادی بود و خیلی دوران سختی بود من هنوز داشتم زبان انگلیسی رو یاد میگرفتم و متاسفانه جامعه با اینکه جامعه خیلی ایرانی ها خیلی زیاد بودن در دبیرستانی که من رفتم ایرانیانی که تازه از ایران اومده بودن متاسفانه مشکلات زیادی داشتن بلکه کسانی که سالها بود بچه ها اینجا بودن خیلی با ماها اون موقع خوب را نمی اومدن بعد از دبیرستان من مشغول کار شدم ببخشید دوران سختی بود انگلیسی یاد گرفتن شما در دبیرستان که نباید خیلی طول کشیده باشه نه مسئله سختی که برای من بود من فکر کنم یکی این بود فشاری بود این بود که من وقتی که آمدم نصف خانوادم اینجا با ما نبودن یکی خان... دوری خانواده بود یکی دوری از کشور بود برای من یعنی و... و... تنها آمده تن... بودید اینجا؟ من نه با مادرم بودم و برادر سه سالم و برای من واقعا خیلی سخت بود من خواهر برادرم با من نبودن پدرم با من نبود و میدونین یعنی من یادمه که انقدر با اینکه مثلا یه انگلیسی خیلی خیلی ساده ما اون موقع صحبت میگم مثلا یه نفر میومد در خونه میزد من وحشت زده میشدم اگه نمیدونستم چجوری با شخص صحبت بکنم خواست خیب کار این در میزد چکار میکردی؟ دیگه دیگه دیگه, بقیه بقیه <تصفح> <تصفح> دیگه همینه که برای همین برای من فکر میکنم دوران سختی بود و میگم بچه های ایرانی اینجا بودن که پدر مادرشون سالها قبل اومده بودن و اونجا اینجا بزرگ شده بودن و خیلی آمریکایی بودن و ما را قبول نمی کردن توی مدرسه یعنی یه حالتی بود که مثلا ما برایشون خجالت آور بودیم میشه گفت ولی خب بعد از های سکول دیگه کالج اینطور نیست همه هر کسی مشغول کار خودشه خب خود چی شد که از حسابداری یه دفعه منتقل شدید به حقوق شوهرم اینجا باید اول یه دوره برید یه لیسانسی در یه رشته دیگه بگیرید چیکار کردید من لیسانسم رو توی بیزنس گرفتم بیزنس منیجمنت گرفتم و میخواستم برم برای ام بی ای و شوهرم گفت میخوای بری ام بی ای یه چیز خیلی جنرال و اینا چرا نمیری لاسکو اون موقع با هم دیگه همینطور بیرون میرفتیم و من یه مقدار در مرایش تحقیق کردم واقعا من خیلی خوشم میاد من خیلی دوست داشتم کتاب بخونم و کیسای بوکس هم که همش مثل داستانه و امتحان دادم و اپلای کردم و قبول شدم و وقتی رفتم واقعا خوشم اومد و خیلی خوشم اومد برای اینکه همیشه مثل اینه که همیشه به قول یکی از پروفسورای من میگفت شما پولتون رو در میارین که مشکلات مردم رو حل کنین شما 24 ساعته دارین مشکل حل میکنین و دقیقا هم همینطوره همیشه یه معمایی که این معمّا طبقه طبقه با حل بشه ما توی لاسکول بهش میگفتیم ایشو سپاریم یه مسئله رو بهتون میدن یه داستان رو بهتون میگن میگن اوکی چه مشکلاتی توش میبینین حالا این مشکلات رو حل بکنه و برای من خیلی جالب بود از اون موقع من دیگه ولی خب برای من خیلی جالبه چون معمولا میگن که آقایونی خورده میترسن از زن وکیل و شوهر شما شما رو تشویر کرد شاید زیاد احتیاج به وکیل مجانی داشته برای کارهایی که میکرده والا من شوهر هم کنم خودش یه پا وکیل هست بگه 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 بیچه احتیاجی به من داشته باشه هند تا این رشته چطور میخواستی دوست داشتی رشته رو یعنی که هپن شد که این رشته رو من اتفاقی توش رفتم چون رشته بگید منظورتون کدوم رشته هست مال انحصار وراست رو من اتفاقی توش رفتم دلیلی که رفتم برای اینکه من دخترم یک هفته قبل از اینکه بخوام بار اگزم رو بگیرم به دنیا آمد و میخواستم بمونم خونه به نوزاد داشتم میخواستم بچه رو بزرگ بکنم <applause> برای همین گفتم تو یه کاری برم که احتیاج به دادگاه رفتن نداشته باشه بتونم این دو ساعت ها رو خودم تنظیم بکنم و افتادم توش رو از اونجا کم 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 کار پروبیت هم که دادگاه داره و خیلی هم سخت گیرن بله ولی وکیلای هستن که اصلا دادگاه نمیرن فقط تنظیم میکنن فقط میشینن برنامه ریزی میکنن به هیچ عنوان پاشون اصلا دیگه دادگاه بودم اونطور شروع کردم تا کم کم دیگه الان بچه ها سلامتی بزرگتر هستن دیگه الان یکی از واقعا چیزایی که برای من لذت آوره و خیلی ریوردینگ هست اینه که دادگاه رفتن و واقعا ولی از وقتی که کووید شده من واقعا میس می کنم دادگاه رفتن رو بله یادم میاد که اوایلی که من وکیل شده بودم در امریکای یه موکلی داشتم که خیلی آدم شیطون و شلوغی بود و دائم پرونده داشت تو دادگاه اینا یه بار صحبت می نهار میخوریم با هم گفت تو چی میگی من سه برابر تو دادگاه بودم هر روز واقعا کارش تو دادگاه بود و اینطوره خب خانم هنا خانم شما چطور من که میدونین خیلی اتفاقی اومدم امریکا چون من تا من لیسانسم رو حقوق در ایران خوندم در دانشگاه شیراز بعد چی شد ده. که علاقه من شدیم به این کار؟ نمیدونم والا آخه ما رشته انسانی بودیم و بعد توی رشته انسانی هم بالاترین رشته که میتونستیم بخونیم حقوق بود ولی من عملا خیلی ایده ای ازش نداشتم تا اینکه واقعا وارد بازار کار شدم یعنی مباحثش رو دوست داشتم اون حل کردن مسائل رو خیلی دوست داشتم برام جذابیت داشت ولی خب عملاً تا وقتی وارد بازار کار نشدم خیلی متوجه نشدم این چیزایی که خوندیم چقدر ممکنه کارایی داشته باشه ولی بعد که وارد بازار کار شدم خیلی برام جذابیت داشت و میدونین که من بعد اینکه فوق لیسانس گرفتم در ایران بودم هنوز و برنامه این که بیام امریکا نداشتم اما خب لاتاری کشور امریکا رو بردم و تو سه چهار ماه مجبور شدم که همه کارامو جمع کنم و بیام امریکا و وکیل خودش از طریق لاتاری اینا نباید میگفتم اما اینجا اتفاقا اون زبانی که من شروع کردم یه وکیل مهاجرت خیلی معروفی بود که مال امریکای مال افریقای جنوبی بود خیلی پرآوازه بود خودش گرین کارت نداشت و غیر قانونی بود و بعد میرفت فرانسه و اینا ویزا میگرفت برای ایرانی هم خیلی کار میکرد یه بار در فرانسه گرفته بودنش به خاطر پرکتیس بدون اجازه بدون لایسنس و یه دو ماهی هم در فرانسه زندان رفت الان مثل که فوت شده خواهش میکنم بس... بعد از برنامه یه چند تا لطو هم برای ما بگیر خواهش میکنم برای <applause> ناره خب بعد اینجا, اینجا و مجبور شدم همه رو از اول دوباره بخونم چون اصلا سیستم حقوقی خیلی فرق کرد حالا شانسی که من داشتم این بود که خب زبان انگلیسی باز یه مقدار خوب بود و خیلی سختی نکشیدم نسبت به یعنی از پایه زبان انگلیسی مجبور نشدم شروع کنم به همین خاطر رفتم اینجا دوباره لاسکو بعد دریکت گرامی هم بدونن شما بعد از انقلاب آمدید بله. شما بعد از انقلاب بعد آمدید بعد بله. بله. من ده سال پیش آمدم و بعد اینجا دوباره از اول خوندم و کانون با بارو رو امتحان دادم و و بعد شروع کردم با شما کار کردن که خب البته قبلش هم چند جا کار میکردم ولی اصل کار حقوقی من بیشتر با شما شروع شد که خب یکی از شانس های خیلی بزرگ زندگی شما شانس یه لاتری دیگه بوده لاتری <س Krank Five> <سحن Mutter> اصلی من <م conference> در واقع دکتر بودن لاتری بله خب من فکر که شما به بخش بریک برنامه و دلم میخواست که این نیمه اول رو فقط به شما دو نفر اختصاص بدم اگر میخواید چیز دیگه ای در این زمینه یادآوری کنید یا آیا یه سوال من شما دارم شوهرتون بعد پشیمون نشد که چرا شما رو فرستاد به لایسکو حالا من شوهرم امیدش این بود که من برم لاسکول و اون بازنشسته بشه و تا امروز هنوز میگه میگه من تو رو فرستادم بری دانشکده حقوق که من بازنشسته بشم حالا هنوز باید کار بکنم <applause> خلاصه به امیدش نرسید ولی این دفعه دیدینش میتونین بپرسید ازش ببینین عقیدش عوض شده ولی فکر نمیکنم نه نه من هر دفعه دیدم ایشونو چنان مجذوب و مرعوب شما هستن که مثلا سن کنم سوالی بکنم برای که برای, برای اطلاع بینندگان گرامی من بارها دیدم همسر گرامی ایشونو با شاخه و دسته گل میان و برای قردانی از خدماتش معلوم میشه شما همسر خیلی خوبی هستید برای اینکه ایشون خیلی قردان شماست و همین که تازه با وضع هم کردین و امتحان وکالت داشتین یعنی چجوری آماده کردین خودتونم آم بله من سال سوم دانشکده حقوق حامله بودم با دخترم و قرار بود که یه هفته بعد از امتحان بار به دنیا بود. که خانم عجله داشتن یه هفته قبلش به دنیا اومد و هفته ای بعدش رفتم سر امتحان و قبولم شدم حالا اگه شوشه. یک هفته بعد واقعا میامد م... حاضر بودیم برین سر امتحان من فکر میکنم کار خیلی خوبی کرد دخترم که یه هفته زودتر اومد داره. واقعا برای من خیلی شاید استرس داشتین باشت با که من توصیه نمی کنم به کسی از اکسپریانس که خودم صحبت بکنم اگه واقعا ضروری نیست اپ بکنیم دانشگاهتون رو تمام بکنین امتحانتون رو بردارین من فکرم کنین باشد. که بچه دار نشید یا مدرسه نارین. سب کنین بچه دار نشین تا امتحانتون حداقل پاس پس کرده باشه من, من میبینم کسایی که دارن برای بار اگزم میخونن انقدر سترس دارن و نگرانی دارن دیگه احتیاجی نیست که مشکلات زندگی هم بهش اضافه بکنین درسته ولی خب موقعیت من اونطوری جور شد و خدا شد شما اون دوره هایی که سه روز بود بار اگزم گذاروندید بله مال من سه روزه بود خانم هنه خانم دوره دو روزه رو گذاروندن البته دیگه آسون <تصف> اون سری که من قبول شدم الهام جون درست دو روزه بود اما سخت ترین امتحان کانون وکلا در هفتاد سال گذشتش بود به خاطر اینکه پایین ترین آمار قبولی رو داشت و اون موقع که 19 درصد راسته؟ نه اون موقع که من برداشتم روی 20 خوده نزدیک سی بود سی درصد برد. بله بله <متصفيق> <متصفيق> یعنی من نمیدونم واقعا چجوریه که فقط سی درصد کسایی که امتحانو برمیدارن نه افریج اساقی... <متصفيق> نه روی کرف میبرن دیگه بنابراین فرق میکنه به خاطر کرف همیشه درصده رو پایین نگه میدارن البته چون دو بار در سال این امتحان هست یکی فوریه یکی جولای و جولای معمولاً کسایی که تازه فارغ تحصیل شدن دفعه اولشونه بارو امتحان میدن بالاس ریت قبولی 40 50 درصده ولی فوریه چون تکراریا میان کسایی که یکی دو دو رد شدن معمولا اونقدر فرشتین اون موقع کمتره البته اونی که من امتحان دادم جولای بود جولای امتحان ولی جالبش اینه که من به محض اینکه اوت سرمونی مو داشتم یعنی قسم خوردم که دیگه وکیل بشم دو روز بعدش دکتر منو دادگاه فرستادن یعنی اصلا هم خشک نشده بود حالا باز شانس من که واقعا میگی من انقدر آمادگی داشتم چون قبلش باهاشون کار میکردم انقدر آمادگی داشتم که برم حالا دادگاه بخوام بعد توی ایرانم هم به آفیس داشتی یا برای کسی کار ببینی من چیز داشتم من مشاوره حقوقی توی قراردادها بودم که با یه شرکت بین المللی کار میکردم توی دوره دانشجویم توی دوره فوق لیسانسم ولی به محض اینکه فوق لیسانسم تمام شد دیگه اومدم امریکا آه، اوکی. پا بس. به دادگاه در ایران نذاشته بودن نزشته بودم. به شبه اول خب دوستان عزیز ما باید بریم یک تنفس کوتاهی داشته باشیم از شما دعوت میکنم که به این میان پرده ما توجه بفرمایید نکته است برای اندیشیدن و بعد باز میگردیم با شما خواهیم بود همبستگی یعنی تقدیم میکند همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید به اتفاق جهان می توان گرفت بینندگان گرامی باز میگردیم به دنباله برنامه همبستگی حقوقدانان که روزهای پنجشنبه ساعت یازده از کانال تلویزیون آینه به نظرتون میرسه در برنامه همبستگی حقوقدانان ما همواره با همکاران گرامی خودمون هستیم در مورد مسائل حقوقی و موزلات مهاجرتی و مسائلی که از هر قبیل میتونه برای هموطنان جالب باشه یا ایجاد سوالی بکنه صحبت میکنیم اما در برنامه امروز ما در مورد خودمون صحبت میکنیم یعنی من از همکاران عزیزمون که اینجا هستن خواستم که راجب خودشون و نحوه انتخاب حرفه وکالت صحبت کنن به قصد اینکه شاید یک عامل انگیزنده ای باشه برای جوانان هموطن ما که میخوان انتخاب رشته بکنن و یک شغلی رو برای خودشون در نظر بگیرن در قسمت نخست ما با خانم الهام شفا و خانم حنا روح بخش صحبت کردیم و دوستان ما با گشاده دستی در واقع و گشاده رویی راجع به زندگی حرفه‌ای خودشون با ما سخن گفتن در این قسمت نوبت میرسد به خود من و خانم النا خانم مبتاهی اجازه بدید که چون خانم ها مقدمند از ایشون شروع کنم شما بفرمایید چی شد که به این راه آمدید ام من اگه شروع بکنم من تقریبا درست درست اول انقلاب اومدم اصلا به خاطر انقلابم نیومدم ناب... قرار بود که بیام هواپیما همه هم گرفته بودم که بیام که انقلاب شد که یه چند ماهی تاخیر گرفت دلیلی هم که میخواستم بیام قرار بود بیام اینجا دکترا بخونم مدیکال دکتر بخونم در اون زمان شما کار میکردین درس میکردین نه میکردی؟ کلاس هشتم رو تموم کرده بودم دیگه های سکول رو شروع نکردم ولی چون به اصطلاح ایران خیلی شاگرد خوبی بودم از کلاس هشتم میخواستیم بیاین دکترا بخونین؟ نه قرار بود بیام امریکا یک شبه رشتی... رای ست رشته دکترا رو بخونم یعنی پزشکی بله بعد ایران هم فا بود اگه یه نفر شاگرد خوبی بود فکر میکردم بعد بره امریکا درس بخونه منم تو ایران خب درس و اینام خوب بود پدرم همیشه میگوش که باید بری امریکا تحصیل بکنی چون دایه و اینا اینجا همه تحصیل میکردن دیگه اومدم و رشته هم همه راه من رشته پزشکی بود و موقعی که اومدم خب ما مثل الهام جون هی تیکه تیکه اومدیم اول من اومدم چند ماه بعد خواهرم اومد دو سال سه سال بعد مادرم با برادر پسر کوچیکم اومدن دوازده سال طول کشید تا پدر پدرم اومدن منم قبول شدم برای رشته پزشکی برای چشم پزشکی ولی اینجا نه توی نیویورک قبول شدم و اون موقع همه کارم هم کرده بودم همه برنامه همه چیز برنامه ریزش هم کرده بودم درست یک هفته قبل از اینکه برم به اصطلاح خب خواه پدرم اینجا نبودن تنها بودیم ترسیدم یعنی اینکه دوباره دربارش فکر کردم و تصمیم گرفتم از که از نیویورک آره ترسیدم که مهاجرت بکنم تنها و براخره پشت دادم پشت بار توی لس آنجلس بودین بریم نیویورک اینه که گفتم بهتره که بمونم و دوباره تجدید نظر بکنم همینجوری که داشتم تجدید نظر میکردم که مثلا چه کار کنم شاید بهتری یه رشته دیگه برم بخونم یا یه, یه کار دیگه بکنم یه دوست داشتم این همینطوری یه کلاس کریمینالا توی لاسکول همینجور برداشت گفتش که بیا با من بریم برداریم منم باهاش برداشتم and I loved it. من کریمینالا خیلی دوست دارم حقوق جزا و انقدر خوشم اومد که چون خیلی هم همچین خاطرخواه کمیستری و فیزیک و اینا نبودم یعنی این یهو اصلا برام خیلی جالبتر اومد من میدونم که خیلی هم میگن وکیل هستن و دوست ندارن وکالت بکنن و یا یعنی اینکه دیپرسن و اینا من میتونم بگم که الان سی ساله دارم تقریبا پرکتیس میکنم همیشه خیلی خیلی دوست داشتم کنم و, و دیدم که واقعا این رشته طبع من اینه و واقعا اون چیزی که اصلا پزشکی هم نیست و بر حسب خیلی تصادف و خوشم اومد ادامه دادم ام، دیگه خوندم و معمولا آدم های نترس و شجاع میرن دنبال وکالت شما که ترسیدیم بریم دوید چی شد که نگفتم که نت ترسیدم بودم نصر خواستم بکنم در حال مشکل بود موقع ما مثلا 19-20 سالمون بود و پشتیار مثل الان نداشتیم یعنی مادر من با سه تا بچه کوچیک اومده بود اینجا خب شوهرش ایران بود خیلی خیلی جو خانوادگی سخت بود مادرم خب خیلی دیپرس بود خیلی ناراحت بود با ما ستا نمیدونست دو تا دختر تینیجر با یه پسر کوچیک نه زبون بلد بودن همینجور که الهام جون میگن خب مام دوران یه مقدار سختی رو گذروندیم مدرسه چی سخت بود دوران دو خب من موقعی که اومدم دیگه اون موقع بود که تهاجم تمام خیلی ایرونی آمدن بلا یعنی بلافظه انقلاب بود بله انقلاب بود اصلا حس اینکه قربت اومدیم و ما نداشتیم, نداشتیم. اینکه همه ایرانی بودن همه با هم کلاس توفل میرفتیم همه با هم میخونیم همه با هم داشتیم پیشرفت میکردیم سوالت الهام جون نبود که اومده بود در که یه سری آدم آردی شدن. شدن. ما منم داشتم با بقیه سبریش میشدم سو نه رو یعنی حس نکردیم یعنی من نکردیم مثلا یادم ما که آمده بودیم مثلا چند سال پیش اگر توی مهمونی میرفتیم یک دونه امریکایی بود چون همه ایرانی جمع میشدن دوره هم همه میگفتن این خارجیه چیه اینجا چیکا داره نه اون موقع که ما آمدیم این خارجی البته مهاجرت کلا سخته هر کس یه داستانی برای خودش سخته داره سخته به خاطر اینکه خب خیلی ها بدون پدر مادرشون اومده بودن اون موقع ها ما پدر مادرها همه تضمین میکردن بچه ها رو میفرستادن بعد خودشون نمیودن بعد به اصطلاح مثلا منو و خواهر بزرگترم ما مسئول مادرم و برادر کوچیکترم بودیم چون پدرم که اینجا نبودن سو به خاطر این موضوع خیلی سخت بود که مثلا من ول کنم تنها بذارمشون رو برم مثلا یه استیت دیگه سو به همین نظر حالا خیلی خوب بود چون من کارم خیلی دوست دارم خب یعنی چی شد که کار خانواده رو انتخاب کردی؟ بعدش هم که گراجویت کردم یعنی بار رو پس کردم با یه وکیل شروع کردم به کار کردن اینم هم همین هم مهاجر چیز میکرد کریمینالا و فاملیلا میکرد دیگه یاد گرفتم و ادامه دادم آیا چون برای دوستانی که علاقه مندن بعد ارز در امریکا شما وقتی میرید مدرسه حقوق رشته ای نیست جنراله. <تص> بنابراین کسی که میاد و وکیل میشه بسته داره که در کدام در چه دفتری با چه وکیلی شروع کنه به کار کردن همونو یاد میگیره و در اون معمولاً معمولا من میخواستم بدونم الان نجوم گرایش دیگه ای رو رشته دیگه ای رو هیچ وقت امتحان نکردی؟ چرا من پرسونال اینجوری هم کردم ولی دیگه؟ آره تصادفات آه. و اینا آم... اول اول که اومدم ایمیگریشن هم کردم ولی خب الان اینا رو بیشتر ترجیح دادم که ادامه بدم او اول که میای دیگه همه کاری میکنه هر چی دست آدم بیاد میکنه ولی بیشتر بعد چی شد که خیلی پولدار شدید کار وکالت یا شوهر کردی اونو بعد من بعد از شو براتون تعریف میکنم چون به ما میاد بدی بعد رو بهتون میگم بله خیلی ممنون از اینکه شکل من اگه بخوام راجع به خودم بگم اتفاقا من این مشکل حنا داشتم برای اینکه من اصلا در ایران که بودم هیچ اطلاعی در زمینه حقوق و این چیزا نداشتم هیچ علاقه هم نداشتم هیچ خیالی هم نداشتم دبیرستان که میرفتیم من اصولا در اوایل کودکی دلم خواست شاعر بشم یعنی هایی کسی از من پرسید چه کاری بخواهی گفتم شاعر و خب میگفتم ایران این همه شاعر داره حافظ سعدی فرزی خب لابد مقام خوبیه دیگه بعد دیدم که مردم خندهشون میگیره وقتی من میگم شاعر میخوام بشم من نمیستم اینا چرا میخندن خب بعد یه خوده که بزرگتر شدم فهمیدم چرا میخندن بعد دیگه هرکس میگفت چه کاری بخواهی می بشید میگفتم نویسنده بشم ببینم هم میشن دیگه نمیخواهد باز چرا حالا چرا به شاعری میخندیدن؟ آخه از شاعری که نمیشه بود نون و آبی در آورد معمولا آه. آه. بعد دیگه رفتیم دبیرستان در رشته ادبی بودم من یه معلم عربی داشتیم و خب چون درس منم خوب بود و اینا یه روز آمد به همه میگفت شما چه کاره میخوایم میشیم به من گفت تو بخوایی کاره بشی؟ چه کاره چه دانشگاه من گفتم میخوام برم دانشگاه ادبیات و گفت که چه کاره بشی چنان گفت چه کاره بشی ترسیم میگم نویسنده گفتم استاد ادبیات گفت تازه بدی معلم بشی مثل من میشی چه چیز داره اینا گفتم پس چیکار کنم گفت برو قاضی شو برو قاضی شو برو حقوق گفتم حقوق دیگه چیه برو... بعد که آمدیم به کنکور دانشگاه دیدیم راست میاد رشته ادبی بهترین رشتهش حقوقه امتحان ولی من درجه دوم ادبیات زده بودم ولی خب چون تو قبول شدم رفتم و بعد خوشبختانه پشیمونم نشدم ولی که دیدم که شما اون علاقه به نوشتن رو میتونید در این کارم بیارید یعنی هم اثر کار خودت رو میبینی هم ضمنا اون میل به نگارش رو خب البته در ایران ما یه چند سالی وکالت کردیم سنمون معلوم شد بعد آمدیم اینجا <تصفح> و دوباره برو از نو شروع کنه اتفاقا یکی از مشکلات من شاید شما که در ایران کار حقوقی کردید قبول کنید تغییر طرز تفکر بود بله. چون مثلا به عنوان نمونه ما در ایران وقتی که برای مسائل خانوادگی به ما یاد می‌دادن میگفتن که شما اگر موکلی آمد خواست طلاق بگیره فوری طلاق ندید مسیحتش کنید نمیدونم ارشادش کنید تا جایی که میتونید عقب بندازید کار طلاق در اینجا اولین کاری حرفی که میزنن به تو دانشکده حقوق میگن به شما مربوط نیست که بخواید نصیحت کنین اون کار روانشناس و مشاور خانواده است آمده طلاق شما باید طلاقش رو بدید و خب این تغییر تفکر لازمه دیگه من فکر میکنم از نظر من مسائل حقوقی خیلیش به مسائل فرهنگی هر جامعه ای برمیگرده واقعا اون فرهنگی که ما در ایران داشتیم و اون شاید اون حقوقی که در ایران خونده بودیم ذهن ما رو با قول شما یه جور دیگه تنظیم کرده بود تا اینکه اومدیم اینجا دیدیم تمام اینها متفاوته بله این خیلی مشکل بود برای من بعضی وقتا در بعضی از مسائل چون من در ایران بعض انقلاب که یک دو سال بودم خب سنگسار میکردن نمیدونم اعدام میکردن اینا بعد اینجا ما سال اول دانشکده حقوق به ما یه امتحانی دادن در ترم اول توی تورت توی شپ جو که یه خانومی با دوست پسرش تصمیم پس می‌گیرن ویکند برن لاس فگاس و توی راه تصادف میکنن و پسره کشته میشه حالا چه حقوقی به این خانم تعلق میگیره چون هنوز ازدواج نکردن نامزد دوست دختر و پسرن حالا شما بخواید استدلال کنید که چه حق و حقوقی این بره پول بگیره بره خسارت بگیره اینا بابت مرگ بایفرندش منی که از ایران آمدم که این دختر رو باید برن سنگسار کنن چون داره با مردی که شوهرش نیست مسافرت میره که توی هتلی برن با هم شب بمونن و بعد لاس که قمارم بکنم بکنن یعنی مشروب چی آقای دکتر یعنی اصلا فکر من نمیتونست پروسس کنه که حالا ما به جای اینکه اینو بگیریم جریمه کنیم مجازات کنیم بندازیم زندان میخوایم بگیم چقدر پول باید بدیم چقدر حق و این تفاوت های فرهنگی خب خیلی مشکل بود برای <applause> یا, به نظر من حقوق خیلیش به چارچوب یک کشور برمیگرده مثلا قانون اساسی رو من وقتی که در ایران میخوندم و بعد اومدم اینجا در امریکا خوندمش اصلا برای من خیلی چیزاش ملموس نبود نمیتونستم درکش کنم در صورت اینکه وقتی همین رو در ایران میخوندم چون با اون سیستم بزرگ شده بودم دلعن. هر چیزی که میگرفتم رو ذهنم میتونست درک بکنم و میتونستم باش ارتباط برقرار کنم کاملا درسته من یکی از مشکلاتی که خیلی داشتم مسئله اکسکلوژنری رول بود که اگر پلیس به شما حق و حقوقتون رو نگه وقتی دستگیرتون میکنه بعد اونا دیگه از اداد دلایل به اصطلاح خارج میشه که حتی اگر که یا فروت آف پویزن استری که اگر چه وضعیت این اویدنس رو و این مدارک رو از شما گرفته دادگاه قبول نمی کن. بابا این برده جنازه رو نشون داده گفته من کشتمش انداختم ولی چون بهش نگفتی حق داری وکیل بگیری از اداد داره این آزاد میشه خب این خیلی من سال اول دانشکده اینجا با دوستان امریکایی بحث میکرد میگفتم بابا آخه غلطه اینکه خودش اعتراف کرده میگن خب نه دیگه سپریم کورت گفته خیلی خب روحانه آقای ایران هم اینطوری بود که اگر وکیل میشدی هر چیزی میتونستی پرکتیس کنی یعنی که باید, باید میکرد؟, میکرد بله اونجا اصلا تخصصی نبود خیلی کم مگه اینایی که وکیل بانک و شرکت و اینا بودن جنرال بود دیگه مگر اینکه خودت دلت بخواد یه کارایی رو نکنی ولی اون وقت دکتر شما چطور شد که توی گرایش های مختلف اینجا کار کردین شما معمولا اینجا اونم به خاطر همون چیز اولین کاری که من کردم در یه دفتری بود که کار می میکرد آقای راجر استالت خدا بیا دیگه الان همه اونایی که من باشون کار کردم بعد بعد از اون یه یک سال من اونجا بودم تو سانتا مانیکا بود بعد یه نامه ای دریافت کردم از یک وکیلی به نام ریچارد فرید که تو بیولی هیلز بود و دعوت که بیا ما یه سری کلاینت های ایرانی داریم دلو میخواد کسی که فارسی بلد باشه و ایرانی حقوق ایرانو رو بده من رفتم اونجا یه چند سال هم اونجا بودم بعد پروانه خودم رو که گرفتم رفتم یه دفتر دیگه ای که کار خانوادگی و تصادفات و مدنی رو انجام میداد یه چهار سالی هم اونجا بودم خب یه خودی از اون چیزا هم یاد گرفتیم تا بعد که آمدم دفتر خودم رو در نتیجه یک ذره ای از هر چیزی یاد گرفتیم و هیچی هم یاد نگرفتیم در واقع ولی واقعا آقای دکتر درست میگه آدم هر چی مخصوصا قانون اینجا که هر روز داره عوض میشه و, و قانون های جدید میاد و ما مثلا ما توی پروبیت یه برنامه که هست که سالیانه میذارن و تمام کیس هایی که در زمان اون یک سال اومده و تصمیم که قاضی ها گرفتن و قانون چه جوری عوض شده یا اکسپند شده اینا همه رو دوباره ریویو میکنیم تمام مدت در حال تغییره خب یه مقدارم خوبیش اینه برای اینکه خیلی مقصد آدم به کار میندازه داینامیکه و به همین دلیل به نظر من حرفه وکالت و حقوق در امریکا خیلی مشکل تره مثلا از جایی مثل فرانسه یا آلمان یا ایران که قانون نوشته هست چون اونجا ظاهرا شما بر اساس ماده قانون و یه چیزایی که کاری به کار دادگاه ها ندارید که رویه قضایی و جوریس چی داره میگه اون قانونی که هفتاد سال پیش نوشته شده طبق همون باید هم. برین دیگه و بنابراین خیلی بسیط و ساده است این کار ها اینجا عوض نمی چرا را... قانون رو ممکن عوض کنند ولی به اون سرعتی که اینجا شما دایه اینجا با اینکه قانون ساخته دست دادگاه هاست ولی قانون نوشته صد برابر یک کشوری مثل فرانسه یا ایران داره چون شما هر ایالتی رو ببینید در هر سال بیش از هزار قانون نوشته در کود دارن که تصویب میشه ضمن این که دادگاه ها مرتب دارن رأی صادر میکنن آرای دادگاه بالاتر قابل اتباع برای لازم الاتباعه در واقع و بنابراین این نیست که شما یه قانون مدنی یک کتابچه مثلا کوچیکی دستتون بگیرید و همه چی رو بر اساس اون تنظیم کنید شما دائم باید ببینید که دادگاه چی گفته اینجا جوری سیستم داره ایران چطور بود ایران در دو فیلد پیش بینی شده بود که هیئت منصفه باشه یکی جرائم سیاسی یکی جرائم روزنامه نگاری که اگر یه روزنامه نگار رو بخوان محاکمه کنن در جرائم عادی و اینا به ایجوج سیستم هیات منصفه نبود ولی تا اینجایی که من میدونم در دوره زمان بعض انقلاب که ما اصلا نداریم اینو ولی قبل از انقلاب فقط در یک مورد هیات منصفه هیات منصفه ایران خلاف اینجا که شما برای هر موردی یه در انتخاب میکنید اونجا در سال انتخاب میشدن یه ای و اینا دیگه حیات منصفه بودن اگر قرار بود اینا رو دعوت میکردن بیاد کارشون بود در اینا جزء تایید شده ثابت بودن ولی خب فقط در طول تاریخ دوره قبل از انقلاب یک بار ما دادگاه داشتیم که با حیات منصفه بود اونم آقای مدیر مجله فردوسی بود اگر اسمشون یادم بیاد ایشون رو به اتهام جرایم مطبوعاتی محاکمه کردن که یت منصف امپنل شد به اصطلاح در اون دادگاه و بعد دیگه هیچ وقت نشد آخه سیستم قضایی ایران و الانا جون الان اگر نگاه کنیم امه. حتی توی دادگاه های عادیش هم خیلی قانون مدار نیستن تو خیلی از این پرونده های مخصوصا همین بچه های سیاسی که الان دیدیم بعد از همین جریان های زن زندگی آزاده دیگه آدم اصلا شک میکنه به سیستم قضایی به طور کلی که حالا بخواد هیئت منصفه مثل اینجا باشه که حالا بخواد یه مقدار از بطن جامعه هم مردم توی دادگاه ها شرکت داشته باشن بله ولی در دل... غیر این صورت یه جاج هست یا سه تا در نه نه موارد حقوقی که یک جاج هست مگر در دادگاه تجدید نظر غالی در موارد جنایی یا جنهی معمولا دادگاه جنایی سه تا قاضی داشت لاغت در زمان سابق ولی اگر که اتهام قتل عمد بود و مجازاتی که در قانون پیش بینی شده بود حبس ابد یا اعدام بود در اون ساعت دادگاه باید با پنج تا قاضی تشکیل میشد و اکثریت یعنی سه تا از پنج تا در دادگاه های سه قاضی دو تا از یکی میتونستن رای بدن من نمیدونم این شنیدم نمیدونم تا چه صلاحیت داشته باشه در زمان بعد از انقلاب من این شنیدم قاضی های خانم اصلا ندارن درسته؟ بله بله, قاضی درسته درسته. نشسته درسته. به اصطلاح قضاتی که نمیشه تغییرشون داد و مستقلن ما در ایران زمان شاه پنج تا داشتیم ولی آقای خمینی اولین کاری که کرد اینها رو از کار برکنار کرد و ما قاضی نشست قاضی زن حق نداره قاضی باشه در خیلی حقا نداره خیلی حقا نداره از جمله خب بینندگان خیلی ممنون از شما که امروز راجع خودتون صحبت کردین من میدونم که در طول این چند ماهی که ما در این برنامه در خدمت بینندگان هستیم علاقه داشتن که یه خود بیشتر با شما و سوابق حرفه‌ای و تحصیلاتتون آشنا بشن و سپاسگزارم از کادر فنی برنامه متشکرم که مثل همیشه با درایت و مهارت این کشتی رو به سرمنزل مقصود رسوندن و اجازه میخوام که تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ بسپارم روز روزگارتون خوش همبستگی حقوق دانان همبستگی یعنی تقدیم می کند همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید به اتفاق جهان می توان گرفت